بیاین با هم بزرگترین چالش‌های دوران بارداری رو بشناسیم و راهکارهاشون رو یاد بگیریم. در مورد اهمیت و فواید شیردهی توی این کانال ما قبلاً به تفصیل صحبت کردیم و همه چیز رو بهتون توضیح دادیم. اما توی این ویدیو من افسانه سلامت کارشناس ارشد مامایی میخوام در مورد چالش‌ها و مشکلاتی که توی شیردهی باش مواجه هستین صحبت کنم و بهتون راهکارهای ساده اما کاربردی ارائه بدم. پس تا آخر این ویدیو با ما باشین. خستگی. خیلی از مادرها تو روزای آخر دوران بارداریشون خواب درست حسابی ندارن. از یه طرف استرس زایمانشون رو ممکنه داشته باشن، از طرف دیگه خود هورمون‌های بارداری کیفیت خواب رو پایین میاره. به غیر از همه اینها، مادر باید مکرراً در طول شب بیدار بشه تا برای تخلیه مثانش به دستشویی بره، یا حرکات جنینش باعث میشه که از خواب بیدار بشه. حالا تصور کنین مادر بستری شده، برای زایمانش به اتاق زایمان رفته، اگر روش زایمانش طبیعی بوده باشه چند ساعتی درد تحمل کرده و حتی طی روند زایمانش ورزش هم کرده. میگن یک زایمان طبیعی میتونه اندازه یه دوی ماراتون از انسان انرژی بگیره. حالا تصور کنین ما همچین مادریو که توی چند وقت اخیر استراحت درست حسابی نداشته، نوزادش رو میدیم بغلش و بعد از 24 ساعت ترخیصش میکنیم تا بره خونش و با یه نوزاد نقنقویی که نیاز به مراقبت 24 ساعته داره تنهاش بذاریم. اگر مادر سزارین شده باشه که دیگه بدتر، سختی های دوران نقاهت بعد از جراحی رو هم باید به همه اینها اضافه بکنیم. ما همیشه به مادر رو توصیه میکنیم که حتما طی شبها شیردهی شبانه داشته باشن، اما حقیقت اینه که این شیر دادن در طی شب از مادر انرژی زیادی میگیره، باعث میشه که این بیدار شدنهای پشت سر هم و مکرر کیفیت خواب رو پایین میاره و به زبون خودمون خستگی تو جون مامانا میمونه. راهکاری که خیلی از مادرها برای غلبه به این مشکل استفاده میکنن اینه که از مادر خودشون یا یکی از اعضای خانوادهشون کمک میگیرن. این خیلی راهکار خوبیه. حضور مادرتون یا یکی از اعضای خانوادهتون در کنارتون میتونه بهتون آرامش بده و موجب قوت قلبتون بشه. علاوه بر این اگر شما در طی روز بتونین از اینها کمک بگیرین و چند ساعت بخوابین، باعث میشه کمبود خوابتون جبران بشه و در واقع بتونید شیردهی شبانه رو راحت تر انجام بدین. به غیر از همه اینا، من همیشه به مامانا توصیه میکنم که چند ساعت در هفته، یعنی یک روز در هفته چند ساعت رو به خودشون اختصاص بدن. توی این بازه از یکی از اعضای خانوادتون، دوستاتون، آشناهاتون یا حتی اگر هیچ کدوم از اینا در دسترستون نیستن، از یک پرستار بچه مورد اعتماد کمک بگیرین، بچه‌تون رو به اون بسپارین و یه تایمی رو به خودتون اختصاص بدین و توی این بازه زمانی هر کاری که خودتون دلتون میخواد انجام بدین. میتونین بخوابین، دوش بگیرین، ریلکسیشن کنین یا فعالیت‌های اجتماعی که خودتون دوست دارین رو انجام بدین، اما حتما این تایم رو به خودتون اختصاص بدین. اینطوری هم انرژیتون زودتر برمیگرده و هم به سلامت روانتون کمک میکنه. همیشه به خاطر داشته باشین اولین شرط داشتن یک بچه سالم یک مادر سالم بودنه. به غیر از این، برای راحت تر کردن شیر دادن به نوزادتون طی شبها، سعی کنین تخت بچهتون رو حتما توی اتاق خودتون و نزدیک تخت خودتون بذارین. اینجوری وقتی که بچه‌تون بیدار شد میتونین به راحتی بلند شین، بهش شیر بدین و بعد از اینکه خوابوندینش سری خودتونم دوباره استراحت کنین. البته نکته‌ای که همیشه من به مامانا میگم اینه که حتما وقتی شبا میخواین به بچه‌تون شیر بدین، وقتی نوزادتون بیدار شد از رخت خواب خارج بشین، لامپ اتاقتون رو روشن کنین و توی پوزیشن نشسته به نوزادتون شیر بدین. بعد از اینکه نوزادتون سیر شد و به خواب رفت، اونو توی تخت خودشون برگردونین، دوباره بلند شین، نور محیط رو کم کنین و مجدد به رخت خواب خودتون برگردین. به هیچ عنوان طی شبها در پوزیشن‌های دراز کشیده به نوزادتون شیر ندین.
به خاطر اینکه خب شما خیلی خسته این و در طول روز فعالیت خیلی زیادی دارین و احتمال اینکه اگر تو پوزیشن دراز کشیده به نوزادتون شیر بدین خوابتون ببره یا چرت بزنین هست، که خب این خطرناکه، ممکنه سینه‌تون روی مجاری تنفسی نوزاد بیفته و باعث خفگی بشه. به غیر از این حتما حواستون به تغذیه خودتون باشه، میوه و سبزیجات تازه، پروتئین و مایعات فراوان استفاده بکنین تا در واقع بدنتون قوای از دست رفتهشو بتونه سریع به دست بیاره. اگر زیر نظر پزشکتون از مکمل‌های ویتامینه و مواد غذایی که ترکیبات اومگا دارن استفاده بکنید میتونه بهتون کمک کننده باشه. نوک پستان فرو رفته. بعضی از خانوم ها به طور ژنتیکی نوک پستانشون کوچیکه یا به سمت داخل فرو رفته هست. این مادرها توی شیردهی با مشکل مواجه میشن به خاطر اینکه نوزادشون نمیتونه درست نوک سینه رو به دهان بگیره و خوب شیر بخوره. معمولا من به این مامانا توصیه میکنم توی روزای آخر دوران بارداریشون اگر خودشون دلشون میخواد با نوک انگشتشون خیلی آروم نوک سینه‌شون رو ماساژ بدن و سعی کنن به سمت بیرون هدایتش کنن. البته این کارو باید با دقت انجام بدین، به خاطر اینکه اولا باید به میل و درخواست خودتون باشه، چون اگر اینطوری نباشه احساس ناخوشایندی برای مادر ایجاد میکنه، و دوم این که حتما توی روزهای آخر بارداری انجام بشه، چون اگر این رو توی هفته های پایین‌تر بارداری انجام بدین تحریک نوک سینه میتونه باعث آزاد شدن هورمون هایی بشه که روند زایمان رو شروع کنه و باعث زایمان زودرس بشه. بعد از زایمان و توی اولین شیردهی این مادرها برای شیر دادن به نوزادشون یه خورده دچار مشکل میشن. من بهشون توصیه میکنم که با نوک انگشتاشون یه خورده ماساژ بدن نوک سینه رو و اون رو به سمت خارج هدایت بکنن، بعد نوک سینه رو نازک بکنن و کمک کنن که داخل دهان نوزاد قرار بگیره تا نوزاد بتونه میک بزنه و شیر بخوره. یه محصول خیلی خوبی که وجود داره و این مادرها میتونن ازش استفاده بکنن محافظ نوک سینه هست. محافظ نوک سینه جنس سیلیکونی داره و روی قسمت حاله قهوه‌ای رنگ و نوک پستان قرار میگیره و شیردهی رو برای این مادرها خیلی راحت میکنه. هم برای مادر راحت تر میشه و هم نوزاد راحت تر میتونه شیر بخوره. توی انواع برندهای خارجی و داخلی در دسترس هست که شما میتونید با توجه به نیاز و سلیقتون تهیه کنید و ازشون استفاده بکنید. استفاده کردن از این محافظ ها توی کسایی که زخم نوک پستان دارن هم خیلی کمک کننده هست. حالا زخم نوک پستان رو هم در ادامه ویدیو در موردش براتون صحبت میکنم. اما وقتی میخواید از این محافظ ها تهیه کنین حتما دقت کنین که این محافظ ها جنس سیلیکونی دارن. یک جنس سیلیکونی خوب در واقع باید رنگش کاملا شفاف و روشن باشه. وقتی میرین یه محصولی خریداری بکنین، حالا هر محصولی که جنسش از سیلیکون هست، حتما باید به این جنس، به این رنگ و شفافیتش دقت بکنین. وقتی این در واقع وسیله کدر شده باشه یا تیره شده باشه و تغییر رنگ داده باشه، یعنی اینکه ممکنه تاریخ مصرفش گذشته باشه. ما قراره یه ویدیو درست کنیم و توش کاملا مفصل همه چیز رو در مورد معیارهای یه محصول خوب از جنس سیلیکون صحبت کنیم. پس اگر هر زمانی دارین این ویدیو رو نگاه میکنین یه سر به کانال ما بزنین و ویدیو همون رو چک کنین، شاید تا اون موقع این ویدیو آماده شده باشه و شما بتونین تماشاش کنین. بعضی از مادرها هم توی دوران شیردهی که سینه از شیر پر میشه با فرم و ظاهر سینه‌شون از روی لباس مشکل دارن. سوتیان‌هایی که قبلا استفاده میکردن دیگه به دردشون نمیخوره، چون هم ظاهر خوشایندی به سینه‌شون نمیده و هم شیردهی رو به شدت براشون سخت‌تر میکنه. به خاطر همینه که ما بهتون توصیه میکنیم در دوران شیردهی از سوتیان‌های مخصوص شیردهی استفاده بکنید که این مشکلات رو براتون حل میکنه و دقیقاً طوری طراحی شده که شیر دادن به نوزادتون باهاش راحت تر باشه. یه مسئله دیگه‌ای که هست اینه که خیلی از مادرها وقتی از خونه بیرون میرن تو فواصل بین شیردهی سینه‌شون شیر ترشح میکنه و لباسشون رو خیس میکنه، که خب این خیلی ظاهر خوشایندی نداره. من به این مامانا توصیه میکنم که از پد سینه استفاده بکنن.
این پدها در جنس، سایز و انواع مختلفی تولید شده که شما میتونید بر حسب نیاز خودتون اون چیزی رو که براتون مناسب تر هست رو تهیه کنین و ازش استفاده کنین و تایمی که بیرون هستین خیالتون از بابت ظاهر لباستون راحت باشه. همه این محصولات رو هم میتونین به راحتی توی وبسایت موموپاپالند مشاهده و خرید بکنین. مشکل بعدی که مادرها باهاش مواجه میشن درد کتف، گردن و شونه هاشون هست که در اثر پوزیشن های نامناسب شیردهی ایجاد میشه. من همیشه وقتی میخوام به مادرها آموزش شیردهی بدم میگم اولین قدم اینه که توی حالتی قرار بگیرید که خودتون راحت باشین. مثلا اگه قرار توی پوزیشن نشسته به بچه‌تون شیر بدین، جایی بشینین که اولا جاتون نرم باشه، پشتتون تکیه گاه داشته باشین که بتونین راحت تکیه بدین، صاف بشین، به سمت عقب تکیه بدین و شونه هاتون رو به سمت عقب متمایل کنین، قوز نکنین و بعد به بچه‌تون شیر بدین. خیلی از مادرها به اشتباه برای اینکه سینه‌شون به دهان نوزاد برسه به سمت جلو خم میشن که خب این اشتباهه، به مرور باعث درد گردن و شونه ها میشه و حتی اگر درمان نشه ممکنه منجر به دیسک گردن هم بشه. در واقع این کار اشتباهه، شما باید صاف بشین و نوزاد رو بالا بیارید که بتونه به سینه‌تون برسه. بالش های شیردهی دقیقا به همین منظور طراحی و تولید شدن که شما میتونید انواع مختلفش رو توی تصویر ببینید. در بعضی از موارد نوزاد بلا فاصله بعد از تولد یا چند روز اول بعد از اون نیاز پیدا میکنه که توی بیمارستان بستری بشه. در این موارد مادر این نوزاد هم توی بیمارستان کنارشون میمونن. این مادرها علاوه بر تمام چالش هایی که مادرهای دیگه توی روزای اول شیردهی باهاش مواجهن، حجم ناراحتی و استرس زیادی رو هم تحمل میکنن. معمولا چون توی بیمارستان میمونن به درستی نمیتونن استراحت کنن، در واقع یه جورایی خودشون رو فراموش میکنن، تغذیه مناسبی ندارن و به خاطر همین عدم تغذیه مناسب و استراحت کافی و حجم استرس بالا، حجم و کیفیت شیرشون هم تحت تاثیر قرار میگیره. اگر نوزاد شما توی بیمارستان بستری شد، حتما چند ساعت در روز رو نوزادتون رو به یکی از آشناها یا اعضای خانواده مورد اعتمادتون بسپارین، شیرتون رو بدوشین و اونجا بذارین و بعد از هماهنگی لازم با پرستار بخش چند ساعتی به منزلتون برین، دوش بگیرین و حتما بخوابین و استراحت بکنین. زخم نوک پستان که معمولا به خاطر تکنیک نادرست شیردهی به وجود میاد. اگر شما به طور ناگهانی وقتی نوزادتون داره شیر میخوره سینه رو از دهانش بیرون بکشین یا به درستی نوک سینه رو توی دهان نوزاد قرار ندین یا هر روز سینه‌تون رو با شوینده‌های نامناسب بشونین، باعث خشکی و شکنندگی بافت نوک پستان و زخم شدن اون میشین. وقتی نوک پستان زخم بشه ممکنه خون ریزی کنه و شیر دادن رو تبدیل به یه کار خیلی آزاردهنده و دردناک برای شما میکنه. برای جلوگیری کردن از ایجاد زخم نوک پستان، اول اینکه نوک سینه رو درست توی دهن نوزادتون قرار بدین و همراه با نوک سینه یه قسمتی از حاله قهوه‌ای رنگ دور اون رو هم باید داخل دهان نوزاد قرار بدین، نه اینکه فقط صرفا نوک پستان داخل دهان قرار بگیره. وقتی نوزادتون داره شیر میخوره به طور ناگهانی سینه رو از دهنش بیرون نکشین، صبر کنین خودش وقتی سیر بشه سینه رو ول میکنه. یا اگر وقتی داره بچه‌تون شیر میخوره عجله دارین و میخواین شیردهی رو متوقف کنین، خیلی آروم انگشت کوچیکتون رو توی گوشه دهان نوزاد اگر قرار بدین و این قسمت رو لمس کنین، نوزاد سینه رو ول میکنه و به سمت انگشت شما میچرخه. همین که شما هر روز دوش میگیرین کافیه و نیازی نیست قبل از هر وعده شیردهی سینه‌تون رو با آب و صابون بشورین. این کار خیلی اشتباهه و باعث میشه که پوست سینه‌تون خیلی خشک و تحریک پذیر بشه. به جز اون یه پیشنهاد خیلی خوبی که براتون دارم اینه که بعد از هر وعده شیردهی یک قطره از شیر خودتون رو روی نوک سینه‌تون بمالین و اونجوری ماساژش بدین. شیر خودتون ترکیبات پروتئین، چربی و ضد باکتریایی داره که التیام دهنده خیلی خوبی هم هست.
به جز اون اگر نوک سینه شما زخم شده باشه و شما توی هر شیردهی درد تحمل بکنین و اذیت بشین، باید حتما از محصولات درمان کننده اون استفاده بکنین. یکی از بهترین برندهایی که وجود داره برای کرم‌های درمان شقاق و زخم نوک پستان، برند موستلا هستش که وجه تمایز خیلی خوبی که داره نسبت به بقیه برندها این هستش که کاملا گیاهی و ارگانیک هستش و در واقع وقتی این روی نوک پستانتون قرار دادن، نگران شیردهی نوزادتون نیستین که میتونین از سایتمون تهیه و استفادهش بکنین. بریم یه استراحتی کنیم، برگردیم تا بقیه نکته ها رو هم بهتون بگم. و به عنوان نکته آخر که البته خیلی هم مهمه، باید اینو بهتون بگم که شما باید همیشه و در هر شرایطی سینه‌تون رو از شیر خالی نگه دارید. اگر سینه‌تون پر بمونه و شیر رو تخلیه نکنین، سینه دچار التهاب، پرخونی، سنگینی و درد میشه. و توی این مرحله به خاطر اینکه سینه خیلی پره و متورم هست، شیر نوشیدن برای نوزاد هم سخت‌تر میشه. پس اگر شما چند ساعتی نتونستید به نوزادتون شیر بدین و سینه‌تون خیلی پر بود، حتما اول با استفاده از یه شیر دوش یا با استفاده از دستتون یه خورده سینه‌تون رو تخلیه کنین و بعد پستانتون رو در دهان نوزادتون قرار بدین. اگر شما سینه‌تون رو خالی نکنید، این درد و التهاب ادامه پیدا می‌کنه و می‌تونه منجر به عفونت بشه. در این صورت درد پستان خیلی شدید میشه و شما ممکنه دچار تب بشین. توی این مرحله نیاز پیدا می‌کنید که توی بیمارستان بستری بشین و آنتی‌بیوتیک دریافت بکنید. شیرهایی که داخل پستان جمع شده ممکنه مجاری شیری رو مسدود بکنه و پشتش آبسه تشکیل بشه که در این صورت حتی لازمه شما به اتاق عمل منتقل بشین که توی اتاق عمل این آبسه ها رو تخلیه کنن. بنابراین حتما سینه‌تون رو خالی نگه دارید. اگر هر زمانی احساس کردین که سینه‌تون پره، توی سینه‌تون احساس سنگینی و درد کردین و همزمان دچار تب شدین، حتما به بیمارستان مراجعه کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ما تونسته باشیم با اطلاعاتی که توی این ویدیو بهتون دادیم یه مقداری از دغدغه و نگرانی هاتون رو کمتر کرده باشیم. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. ممنون.